بگم اصلا به طور کلی مدیریت سینمایی، مدیریت کلی، مدیریت مملکت تحمل نقد را دارد یا نه؟ سلام. من قبل از که نقد رو نقد بادیگارد رو با فهیم عزیز بریم، جواب سوال بهروز خیلی کوتاه بگم، تو هم اگه نظر داشتید. من قبل از که جواب بدم، سه چهار روز یه فیلم یه دقیقه‌ای دیدم از روز کارگر که رئیس جمهور عزیزمون با ماشین لندکروز ژاپنی سیاه رنگ وارد یک سالن عظیم مبنای کارگری میشه و از تو ماشین هم دست تکون میده تا جایی که باید سخنرانی کنه. فیلم منو متعجب کرد. من با آقای روحانی رأی دادم توی مصاحبه ایم که با آقای ظریف عید امسال کردم، از برجام هم دفاع کردم و گفتم که به نظرم اون کسانی که میگن هم ظریف میخوان هم سلیمانی درست میگن و مخلص سرد و سلیمانی هم هستم. ما اگر رئیس جمهور عزیزمون این کاری که به نظرم از دستش در رفته رو نقدش رو بپذیره خوبه، ما یه قدم جلو رفتیم، و اگر بی‌اعتنایی کنه و نپذیره که با ماشین آخرین مدل ژاپنی سیاه رنگ کمی ترسناک نباید رفت پیش کارگرا، با پرشیا میشه رفت، با ماشین خودمون، و بعد از تو ماشین هم نمیشه دست تکون داد، باید پیاده شد، پیاده با کارگرا سلام علیک کرد و مردونه رفت، براشون حرف زد و حرفشون رو شنید. امیدوارم این نقد کوچولوی من به یه جایی برسه و سنت خوبی بشه، یعنی بگیم که میشود رئیس جمهور عزیز رو هم نقد کرد و گفت بالا چش دبروه، و در ضمن برجام هم ببخشید این جمله اضافه است، ما حقمون رو میگیریم، منتظر نمیشیم حقمون رو بدن، حقمون گرفتنیه. نه مثل که تو نمیخوای بذاری من کتاب بخونم. آره عزیز، در مورد نقد من فکر میکنم که هیچ کی به اندازه خود جامعه منتقدین ما تحملش کمتر نیست. کسانی که خیلی ادعا میکنن رفقای ما بودن، ما جاهای نقدای کوچیکی بینا کردیم جواب سلام دیگه ندادن و راهشون از اون ور میرن، تو جشنواره میبینن از اون طرف میرن، یا حتی فیلم دلخواهی مخالف اونا نقد کردیم. اما متاسفانه دو، من به آقای روحانی رأی ندادم، برجام رو هم قبول ندارم. حالا ببینم چقدر تعامل میکنن، از این بعد کار به ما جایی میدن یا بازم بیکاری میکشیم. خب سه یه نکته دیگه هم دارم.